سلام، به تماشا خوش اومدید. من مریم عرفان هستم و برنامه این هفته رو از گالری استیون فریدمن شهر لندن اجرا میکنم. در برنامه این هفته از بوفه کور هدایت تا عکس‌های جهانگیر رزمی در آثار برومبرگ و چاناری، مرز ساخته علی عباسی برنده جایزه نوعی نگاه از جشنواره کن، نگاهی آینده نگرانه به طلسم در آثار هنرمندان آفریقایی تبار. آدام برومبرگ و الیور چاناری این زوج هنرمندی هستند که محدودیت‌های عکاسی را به چالش می‌کشند و سعی می‌کنند از امکانات ابزاری و مفهومی رسانه عکاسی به شکل‌های جدید استفاده کنند. نگاه انتقادیشون به جنگ، درگیری و سیاست در دنیای امروز اونها رو به نام‌های مهمی در عرصه هنر بین‌المللی تبدیل کرده. جالبه که بدون این زمستون گذشته اونها نمایشگاهی در گالری ایجی تهران برگزار کردند و اونجا بعضی از کاراشون رو که در ارتباط با تاریخ و هنر ایرانه به نمایش در آوردن. We probably met about 30 years ago now. تقریبا 30 سال پیش همدیگر رو برای اولین بار ملاقات کردیم و همکاریمون از 20 سال پیش شروع شد. خلق اثر هنری روند شخصیه. اینکه دو نفر بتونن با هم یک اثر هنری تولید کنن کار بسیار مشکلیه و همیشه درش تنش و اختلاف نظر وجود داره. من و آدام در وهله اول انتخاب نکردیم که با هم کار کنیم. همکاری ما به مرور زمان خودش شکل گرفت. آدام برومبرگ و الیور چنارین سال هاست از زوایای مختلف ارتباط بین واقعیت و تصویر عکاسی رو به چالش میکشن و سوالات بنیادینی در حوزه هنرهای دیداری طرح میکنن. برای این دو هنرمند عکاسی صرفاً رسانه‌ای برای ثبت و روایت نیست، بلکه ابزار منحصر به فردی برای خلق مفهوم محسوب میشه. آثار هنری برومبرگ و چنارین اغلب به این پرسش می‌پردازند که ما از طریق تصویر چه نوع شناختی از یک واقعیت پیدا می‌کنیم. یکی از نمونه‌های خوب این دغدغه رو میشه در مجموعه گتو دید. مجموعه‌ای که برومبرگ و چنارین در سال 2003 تهیه کردند و در اون از ما دعوت می‌کنند به عکس به عنوان یک ابزار انسان شناختی برای مطالعه اجتماع نگاه کنیم. ما 3 سال به جاهای مختلف دنیا سفر کردیم و به مناطق مسکونی حفاظت شده سر زدیم. ساکنین این مجموعه ها افرادی بودند که یا با انتخاب خودشون در این مناطق زندگی می‌کردند، مثل شهرک‌های مسکونی، یا اینکه بر حسب اجبار ساکن این مناطق شده بودند، مثل زندان‌ها و خانه‌های سالمندان. چیزی که در این اجتماع‌های کوچک برای ما جالب بود این بود که ببینیم مردم چه جوری با هم ارتباط برقرار می‌کنند، در مورد چی صحبت می‌کنند، کجا با هم میخوابن، کجا همدیگر ملاقات میکنن، صبحانه میخورن، مرده هاشون رو دفن میکنن و چیزهای نظیر این. در مجموعه گتو ما سعی کردیم نگاهی انسان شناختی به این مناطق مسکونی محصور داشته باشیم. در بخشی از مجموعه گتو اونها دوربین رو در اختیار سوژه قرار دادن و از سوژه خواستن که صحنه عکاسی رو کارگردانی کنه، انتخاب کنه به چه شکلی میخواد روبروی دوربین قرار بگیره، چه زمانی میخواد دکمه شاتر رو فشار بده و در نهایت چه تصویری خلق کنه که باب طبع خودش باشه. خیلی از کسایی که در این پروژه شرکت کردن نه تنها برای اولین بار عکاسی میکردن، بلکه برای اولین بار بود که جلوی دوربین قرار میگرفتن. یکی دیگه از دغدغه‌های برومبرگ و چنارین تأمل درباره تصاویر آرشیویه. اونا در سال 2011 سراغ آرشیو عکسی رفتن که در دوران درگیری‌های ایرلند شمالی در فواصل دهه 60 تا 80 میلادی جمع‌آوری شده بود. حاصل کار با این عکس‌ها مجموعه‌ای شد با عنوان مردم در خطر خندان به زمین زده می‌شن. مجموعه‌ای که از دریچه‌ای متفاوت به تاریخ درگیری‌های ایرلند نگاه می‌کرد.
چیزی که ما در ابتدای کار باش مواجه شدیم این بود که ما اولین کسایی نبودیم که به این عکس‌های آرشیوی نگاه می‌کردیم. قبل از ما افراد بسیاری به دلایل مختلف به این آرشیو سرزده بودند و از عکس‌هاش به طرق مختلف استفاده کرده بودند. خیلی از افراد در حین بازدید ردی از خودشون روی عکس‌ها باقی گذاشته بودند. یکی از ردهایی که مکررن می‌بینیم برچسب‌های دایره‌ای شکلی هستند که بر روی برگه کنتاکت عکس چسبونده شدند. وجود این برچسب‌ها بر روی عکس‌ها باعث شده بود بخشی از این تصاویر دیده نشه و در نتیجه قسمتی از این آرشیو به طور ناخواسته پنهان باقی بمونه. کاری که ما انجام دادیم این بود که این بخش‌های پنهان رو روی نگاتیو‌ها پیدا کنیم و اونها رو چاپ کنیم. در نهایت کار ما به شکل یک بازنمایی نامتعارف از تکه‌هایی از درگیری‌های ایرلند در اومد. اینکه این تصاویر به صورت انتزاعی از واقعیت جدا شده بودند باعث شد این مجموعه برای هر بیننده قابل لمس باشه. حتی کسایی که با محتوای عکس و تاریخ ایرلند شمالی سنخیتی نداشتند، این عکس‌ها تصاویر همه فهم بود، مثل صحنه‌هایی از دوران کودکی، عشق بازی یا درگیری. استفاده از عکس‌های آرشیوی مرتبط با یک رخداد سیاسی به درگیری‌های ایرلند محدود نبود. در سال 2009 یک تک عکس که در غرب ایران گرفته شده بود توجه این دو هنرمند رو به خودش جلب کرد. سال 2009 با عکسی برخورد کردیم که برنده جایزه پولیتزر شده بود، ولی عکاسش برای 26 سال گمنام باقی مونده بود. این عکس که جوخه آتش نام گرفته در سال 58 از یک تیرباران دست جمعی توی غرب ایران گرفته شده. چیزی که این عکس رو منحصر به فرد میکنه همتراز شدن عکاس با سربازانیه که در حال شلیک گلوله هستند. ما متوجه شدیم که این تنها عکسی نبوده که این عکاس در اون واقعه گرفته. جهانگیر رزمی در زمان تیرباران کل محوطه رو دور زده بود و از هر فاصله 20 درجه‌ای اون صحنه رو عکاسی کرده. چیزی که ما در کارمون در ارتباط با عکس رزمی سعی کردیم انجام بدیم این بود که از واقعیت بیرون تک فریم رزمی سر در بیاریم. مثل بقیه کارهامون که درش به دنبال کشف کردن اتفاقات خارج از قاب عکس هستیم. ما رزمی رو ملاقات کردیم و ازش در ارتباط با این تجربه عکاسی به خصوص پرسیدیم. رزمی به ما گفت این یکی از اولین مأموریت‌های اون به عنوان عکاس خبری بوده. یادآوری جزئیات اون روز برای رزمی کار مشکلی بود و میشه گفت که عکس‌ها جایگزین حافظه تصویری رزمی از اون روز شده بود. برومبرگ و چانارین در مجموعه اخیر خودشون سراغ موضوع دیگه‌ای مربوط به تاریخ معاصر ایران رفتن و آثاری رو به نمایش گذاشتن که گرچه در ارتباط مستقیم با عکاسی نیست، اما کماکان دغدغه بصری رو دنبال میکنه. در نمایشگاهی که عنوانش هست طبع و فروش در ایران ممنوع است، این دو هنرمند با کنار هم گذاشتن سه اثر متفاوت به مسئله سانسور پرداختن و تلاش کردند با به کارگیری زبان هنرهای بصری از سد سانسور عبور. زمانی که ما دعوت شدیم که نمایشگاهی در تهران برگزار کنیم، به این فکر افتادیم که اثری در رابطه با تاریخ مدرنیسم در ایران ارائه بدیم. موضوعی که خیلی تاریخ غنی داره و دارای زوایای مختلف و پیچیده‌ایه. این ایده ما رو به سمت رمان بوف کور هدایت کرد. ما با این رمان از طریق برگزار کننده نمایشگاه آشنا شدیم. فهمیدیم که بوف کور به دلیل صحبت کردن از حسهایی مثل تعلق، شهوت، عشق و خودکشی برای مدت‌ها در ایران ممنوع بوده. میتونیم بگیم این کتاب از دو جهت به حاشیه رانده شده. یکی از سمت چارچوب‌های قانونی که انتشار کتاب رو ممنوع کرده و یکی هم افرادی که به دلایل اخلاقی از خوندن این کتاب سرباز زدن. از این جهت این رمان تاریخی بحث برانگیز با خودش به همراه داره. هدف ما در این مجموعه جدید این بود که این سانسور دو وجهی رو به یک زبان هنری توصیف کنیم، به شکلی که مخاطب اثر با هر دو شکل سانسور مواجه بشه. سانسوری که توسط قانون تعیین میشه و سانسور اخلاقی که تک تک ما باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم. ما فکر کردیم که اگر کتاب رو با خط بریل چاپ کنیم میتونیم سانسور رو دور بزنیم و در نهایت کتابی برای نابینایان چاپ کنیم. So publishing it for blind readers.
ما کتاب را به شکل دستساز تولید کردیم. کتاب 143 صفحه داره که هر صفحه با کمک دانشجویان هنر دانشگاه اصفهان بر روی یک صفحه مسی با خط بریل حک شده. هدایت قبل از اینکه خودکشی بکنه 50 نسخه دستنویس با خط خودش در زمانی که در بمبئی اقامت داشت از این کتاب تهیه کرد. 30 نسخه از این کتاب رو هدایت در اختیار آشنایانش در سوئیس قرار داد که براش توزیع بکنند و 20 نسخه باقی مونده رو به دوستاش هدیه داد. ما هم 50 نسخه از کتاب با خط فارسی بریل تولید کردیم. از واقعه خودکشی هدایت یک عکس حیرت انگیز باقی مونده که بدن بیجان هدایت رو در اتاقش در پاریس نشون میده. از اونجایی که اصل این عکس روی نگاتیو شیشه‌ای چاپ شده، ما به این فکر افتادیم که از نگاتیو شیشه‌ای برای بخشی از آثار نمایشگاه استفاده کنیم. در این بخش ما آزمایش‌های وضوح تصویر عکاسی رو روی این شیشه‌ها چاپ کردیم. این آزمایش‌ها برای تنظیم کردن فوکوس لنز هستن و عکاس‌ها با استفاده کردن از اونا از وضوح تصویر اطمینان حاصل می‌کنن. این پروسه فوکوس شدن و از فوکوس در اومدن که در روند استفاده از این آزمایش‌ها اتفاق می‌افته، برای ما شبیه تجربه خوندن رمان بوفه کور بود. این تجربه دیدن دنیای واقعی و وارد شدن به فضای موهومی نویسنده بود. در جریان برپایی نمایشگاه ما متوجه شدیم که در ایران مثل خیلی از کشورهای دیگه فضای داخل ماشین فضای عمومی به حساب میاد. زمانی که شما درون ماشین میشینین و درها رو میبندین در فضای خصوصی نیستین و به همین دلیل تیره کردن شیشه های ماشین غیر قانونی قلمداد میشه. ما از این نکته الهام گرفتیم تا اثر دیگه ای رو در نمایشگاه ارائه بدیم که شامل تکه های رنگی شیشه های ماشینه. پنجره به خودی خود یک قابه و وقتی ما از پنجره به بیرون نگاه میکنیم به تصویری نگاه میکنیم که پنجره اون رو برای ما قاب گرفته. زمانی که این تصویر مسدود بشه یک حس سوء ظن ایجاد میکنه و این کنجکاوی رو به وجود میاره که چه چیزی در پشت این قاب در حال وقوعه. من خودمون رو عکاسان بیمیل به عکاسی تلقی میکنم. انگار که ما از این رسانه و محدودیت‌هاش دلخوریم. برای ما عکس خیلی یک نواخته و تصویرش تنها یک تصویر دو بعدی و تخته. ما از همین کاستی عکاسی استفاده میکنیم تا موضوعهایی رو که برامون جالبن به شکلی جدید مورد بررسی قرار بدیم. آره، به نظر منم ما خیلی بدبینیم به عکاسی و همین ما رو تشویق کرده که سراغش بریم. فیلم مرد ساخته علی عباسی، فیلمساز جوان ایرانی سوئدی، امسال بهار در جشنواره کن جایزه بهترین فیلم را از بخش نوعی نگاه گرفت. این فیلم میخکوب کننده حکایت زنی به نام تینا که چهره غریبی داره. او مأمور گمرکه و میتونه به کمک حس بویایی عجیب غریبش مجرمان رو تشخیص بده. تینا با مردی آشنا میشه که شباهت زیادی به خودش داره. محمد عبدی در جشنواره کن با علی عباسی درباره فیلم مرد گفتگو کرد. این برپایه یه رمانی از یون ایوید لینکویست که نویسنده سوئدی، داستانی به اسم بوردر یا مرز. 10 سال پیش وقتی که فیلم Let the Right One In، فیلم سوئدی، اومد بیرون، برپایه یه رمانی از همین آقای یون ایوید لینکویست، یه اتفاقی بود تو سینمای سوئد. میکس جدیدی بود از این سینمای ژانر و چیزهای دیگه که قبلا اینجوری در یه جا جمع نشده بود.
بعد من وقتی دیدم خیلی خوش اومد، تو ذهنم موند. 5 سال 6 سال بعد بهم پیشنهاد شد که تو سوئد کار بکنم. بعد من گفتم من دوستم که با همین آقای جنوی لینکویست رو ببینم که شاید بتونیم با هم کار بکنیم. میتینگ خوبی با هم داشتیم و صحبت کردیم و اینا. بعد بهم گفتش که چی دوست داری برداری، بیا انتخاب کن. گفتم border. گفت آره اینو من خیلی وقت پیش نوشتم و فلان اینا. بعد خوندم شد. منتها مشکل اساسیش این بود که داستان کوتاه، شاید 40-50 صفحه‌ایه و اکثرش هم تو ذهن کاراکتر اصلی میگذره. بعد من فکر کردم که اینو هیچ کس فیلم نمی کنه، چون که تا تو بیای اینو زبان سینمایی برش درست بکنی نه چند سال طول میکشه. گفتم که خب پس اگه هیچ کس این کار نمی کنه، من باید این کار بکنم. بسه فیلم دوت تک هم؟ یه فارم دین تلفون تک. Jag har folk där utanför som väntar. Vill du vara snäll och lägga din telefon här? Varför det? Gör som man säger bara, vi är snart färdiga här. بعد از اونجا شروع کردیم با هم کار کردن. یان نسخه اول فیلم‌ها رو نوشت و بعد من ادامه دادم با ایزابلا. من به آدم ها به عنوان حیوان علاقه دارم، به خاطر اینکه من فکر میکنم که زیر همه این لایه تمدن که در ظاهر خیلی مثلا ضخیم به نظر میاد، زیر اون لایه ما هنوز هممون حیوانیم و اون قسمته که بر من جالبه. او فکر میده ده här? Ja. Jag blev träffad av blixten när jag var barn. Nej. Titta. Blixten är inte att leka med. Känn om du vill. من امروز به دیدن نمایشگاهی اومدم که عنوانش هست تلسم در عصر تفاوت. اعتقاد به تلسم و جادو رو معمولاً مرتبط با دنیای قدیم میدونن و در دنیای مدرن رو خرافه میشمرن. اما یک شنیواله برگزار کننده این نمایشگاه که خودش از هنرمندان به نام بریتانیاست، نگاهی متفاوت، آینده نگرانه و حتی سیاسی نسبت به مفهوم تلسم داره. خواستم یه نمایشگاهی برگزار کنم که آفریقا رو در بزرگترین بستر ممکن ببینه، مخصوصا توی این زمان سخت تاریخی. این کاشونی برای هنرمند شناخته شده نیجریه‌ای بریتانیاییه که توی کارش مسائلی چون نژاد و طبقه رو در بستر تاریخ استعمار جستجو میکنه. اما شانیواره توی این نمایشگاه نه در جای هنرمند که به عنوان نمایشگاه گردان، دامنه گسترده ای از آثار هنرمندهای معاصر آفریقای تبار در سراسر جهان رو گرد هم آورده که نگاه آینده نگرانه ای به مفهوم تلسم دارن. فکر کردم که این خیلی مهمه که به قدرت جادویی هنر توجه کنیم. وقتی مردم در مورد هنری که ریشه آفریقایی داره حرف میزنن، معمولا بیشتر تحت تاثیر سیاسته. اما آدم ها واقعا فراموش میکنن که به قدرت جادویی خود کارها فکر کنن. برای همین من میخواستم که به این مسئله توجه کنم. توی هنر اروپایی ما بیشتر راجع به امر متعالی در هنر حرف میزنیم، اما در مورد هنر آفریقایی ما یه جورایی بیش از حد به موضوع استعمار توجه میکنیم و قدرت خود کارها رو یادمون میره. برای همین اسم این نمایشگاه
پلس در عصر تفاوته و عصر تفاوت در واقع همون عصر کشمکش و نزاعه، عصری که توی اون شاید شما به خاطر هویتتون مورد تبعیض قرار میگیرین یا به خاطر اینکه یک مهاجر غیرقانونی هستین. انگار دنیا به نحوی از هم گسیخته شده. بنابراین میخواستم روی این لحظه از تاریخ انگوش بذارم، لحظه‌ای که سیاست‌های هویتی دارن دست برتر رو میگیرن و مردم مفهوم‌های مثل چند فرهنگی بودن رو به چالش میکشن. برای همینه که اسم این نمایشگاه تلستر عصر تفاوته. سیاست‌های هویتی همون روابط قدرتی هستند که باعث شدن در طول تاریخ هویت آفریقای تبارها نه توسط خودشون که به دست سفیدپوستا بازنمایی بشه. در دهه 20 میلادی نقد این سیاست‌ها شکلی از یک جریان فکری رادیکال رو به خودش گرفت که هنرمندهای آفریقای تبار در رأس اون بودن و تلاش کردند تا روایت جدیدی از تاریخ و هویت آفریقایی رو به دست خودشون تعریف کنن. توی این نمایشگاه خیلی به تاریخ پرداخته شده. یه هنرمند آمریکایی به اسم رومیر بردن توی این نمایشگاه هست که یکی از پایه‌گذارهای استودیو میوزیم در محله هارلم نیویورک که موزه خیلی مهمیه. این موزه توی لحظه خیلی سیاسی توی تاریخ به نمایش کارهای هنرمندان آمریکایی آفریقایی تبار می‌پردازه. خود رومیر بردن که بیشتر برای کلاژهاش معروفه در رأس این جریان بود. توی اون زمان ایده این بود که هنرمندان آفریقایی بتونن کارهایی بسازن که درباره روایت‌ها و زندگی سیاه‌ها در آمریکا باشه. پیش از رومیو بردن در اواخر دهه 20 میلادی گروهی از هنرمنده و روشنفکرهای آفریقایی تبار جریان فکری و هنری رو راه انداختن که بعدها به رنسانس هارلم مشهور شد. نوزایی فرهنگی سیاه‌پوستا در محله هارلم شهر نیویورک، جایی که بخش زیادی از مهاجرهای آفریقایی رو در بر گرفته بود، شکل گرفت. روشنفکرهایی چون آرن داگلاس و جیمز ولدن جانسون تلاش داشتند تا سبکی در هنر و ادبیات تمدن آفریقایی رو به وجود بیارن که به دوران شکوفاییش در گذشته برمیگشت. دوران اوجی که به باور اونها ردپاش تا مصر باستان پیش می‌رفت. سالهای اولیه این جنبش هنری قرن بیستومی تحت تأثیر مستقیم از نمادپردازی دوران فراعنه بود. اما رفته رفته قدرت جادویی موسیقی آفریقای تبارها اعتماد به نفسی برای نگاه کردن به آینده به هنر سیاه داد. African culture is popular culture. Anyway, we all know that. همه به هر حال میدونیم که فرهنگ آفریقایی فرهنگ پرطرفداریه. این رو از هیپ هاپ میدونیم، از موزیکی که گوش میدیم و از لباسی که میپوشیم. همینطور هم میدونیم توی فرهنگ مردمی فرهنگ آفریقایی کاملا پذیرفته شده. اما میشه گفت که این در مورد خود مردم آفریقا به اون اندازه پذیرفته شده نیست. خیلی جالبه، میتونید جنبه های مختلف فرهنگ مردمی رو توی کارهای خیلی از هنرمندان آفریقایی ببینید. اونا در واقع هنرمندهای معاصر هستن، اما میخوان که به میراثشون هم توجه کنن. فکر میکنم هنرمندا میتونن هر دو کار رو انجام بدن. میتونن از یه طرف آینده نگر یا فیوچرستیک باشن و از طرف دیگه میتونن به میراثشون هم بپردازن. یکی از نخستین آثاری که در دهه 70 میلادی به شدت روی ایده آینده‌گرایی آفریقایی یا افروفیوچریزم تأثیر گذاشت، فیلمی به اسم Space is the Place بود. این فیلم داستانی علمی تخیلی نوشته ساندرا، آهنگساز و خواننده آفریقایی آمریکاییه و خودش هم شخصیت اصلی فیلم رو بازی میکنه. ساندرا که با گروه موسیقیش در یک سیاره جدید فرود میان، تلاش میکنه تا یک قلمروی فضایی برای آمریکایی‌های آفریقایی تبار در اونجا درست کنه. The music is different here. The vibrations are different. Not like Planet Rave. Planet Rave's sound of guns, anger, frustration. There was no one to talk to from Planet Rave to understand. We set up a colony for black people here. توی این فیلم فضا تبدیل به آرمان شهری میشه که میتونه فرانژادی و یا غیر نژادپرستانه باشه. علم و تکنولوژی که همیشه در انحصار سفید پوستا بوده، این بار به جای امنی برای سیاه پوستا تبدیل میشه.
در اون مایه موسیقی و طراحی لباس این فیلم که آینده خیالی برای نژاد آفریقایی رو تصور میکنه، تصویری از این جامعه میسازه که هم نمادهایی از تاریخ قاره آفریقا رو در خودش داره و هم تکنولوژی آینده رو در بر میگیره. نمایشگاه شونیباره همین نوع نمادپردازی آینده نگرانه هنر بومی آفریقایی رو از طریق مفهوم تلسم دنبال میکنه. زک هووه یه هنرمند بریتانیایی سیاه پوسته. اون یه مجسمه ساخته که یک فضانورد با یه ماسک آفریقاییه و به نوعی افروفیوچریستیکه. خود مجسمه نور و ضرب آهنگ داره. فکر میکنم زک تعادل بین نگاه به میراث گذشته و همینطور توجه به آینده‌گرایی سیاه رو خیلی خوب توی کارش نشون میده. Looking at sort of black aspiration. Zina Saro Wiwa. کار زینا سراویوا یک لایت پاکس یا جعبه نوره که یک عکس از دو مردی که ماسک سر حیوان دارن. این کار هم گذشته رو با امکان آینده‌ای با تکنولوژی پیشرفته ترکیب میکنه. گرچه احتمالاً تصور یه آینده خیالی برای جامعه‌ای که گذشتش تعمدن پاک شده و تاریخ معاصرش هم به دست دیگران بازنمایی شده امترین انتخاب نیست، اما دست کم به نظر میرسه که میتونه نقطه اشتراکی برای پرداختن به هویت‌های متفاوت اما برابر باشه. برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تماشا رو میتونین روی وبسایت بی بی سی فارسی هم ببینید. اگه خواستین گزارش‌ها و برنامه قبلی ما رو ببینید، به صفحه یوتیوبمون سر بزنید و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشید. تا برنامه بعدی، خداحافظ.